بیکران بیکران پاینده ایران در شرایطی که تیربون رسمی جمهوری اسلامی میگن آقا دنیا رو اسلام گرفته دنیا رو اسلام گرفته اسلام داره پیروز میشه ببینید در کل اروپا جهان اسلام برای فلسطین ریخته تو خیابون اسکلا نصف این جمعیتی که ریخته تو خیابون یا چپگران یا ایزان اروپایی هستن که صابون اسلام به تنشون نخورده خوشحالن خیلی ما تو اروپا بهتون بگم گاگول زیاد داریم تو بین مردم اروپا خوشحالن صابون اسلام بهشون نخورده خیلی اینا مردم چی چی ام فلان یه چی تو دنیای دیگه یه بخش نگاشون هم که واقعا مسلمانن ببخشید زد شیان مب هم که تازه ضد و خیلی هم اسلامیان بر اساس علم که اسلامی نشدن که بر اساس اقنا و ترویج و تبلیغ که مسلمان نشدن بر اساس <applause> کاری که خرم بلده جمعیتشون زیاد شده یعنی زاد و ولد اما واقعیت میدانی در ایران بسیار در حالی که اینا میگن دنیا رو ما داریم مسلمان میکنی در صدا و سیمای خودشون کارشناس خودشون اصلا من ولش کنید رسمان داره میگه 70 80 درصد پسران و دختران نوجوان تا الان اصلا پاشونو مسجد نذاشتن یعنی نسل دهه 90 و 80 اصلا مسجد نمیدونه چیه من نمیگم من که ولش کنم من که معاندم باتون میخوام مخالفت کنم شما هرچی چی بگی معلوم میخوام حالتونو بگیرم من میخوام دهنتون سرویس کنم من چیکارم طرف تو صدا سیمای خودتون داره میگه با هم گوش کنید بیا بگو ببینم عیزم ولی به طور مثال باز پیمایشانشون نشون میده که نوجوانان در تهران 48 درصدشون اصلا به مسجد نرفتن مم. یا اینکه هرگز در سراسر عمرشون به هیچ وجه یعنی در طول یک سال که موضوع در واقع بحث هست اساسا به مسجد نمیرن یا 19 و 14 درصد گفتن که هفته یک بار میرن مسجد و همین نفس 13 و 6 درصد گفتن ماهی یک بار میرن و دوازده مویز شش در درصد گفتن سال یک بار میرن و در واقع داده های دیگر پیمایش رو کی انجام داده؟ پیمایش در واقع پیمایش رو فرهنگ اونر بر ارتباطات وزارت شاد هست که در واقع داده فرهنگی کشور رو تولید میکنه آیشه خب. مال... شخصی نه نه آیشه رو کن تو بایی سوال بخش بعدی خب عل... نه این همون بعدی اجازه بدید اجازه بدید این مال قبلیه ببین خیلی اعتراف مهمی میکنه ایشون حالا ما عکسی هم از مسجد داریم داشتم اونو در می آوردم نمیدونم چرا بعضی از عکسام نشده بود که نیومده اینجا فرستادم انقدر که سیستمام زیاده ببینم میتونم نشون بدم بله ببین یه عکسی هم داریم حالا ایشون میگه مسجد این واقعیت مساجدشونه یعنی تصویری که یه بچه ها گرفته بود از من فرستاده بود واقعیت مساجدشونه که هر لحظه داره خلوت تر میشه کارشناس صدا و سیما اعترافی که میکنه بسیار جالبه میگه 48 درصد نوجوانان در تهران گفتن اصلا به مسجد نرفتن نزدیک 20 درصد 19 درصد و 4 دهم درصد گفتن هفته یک بار به مسجد رفتن 13 درصد و 6 دهم درصد گفتن که ماهی یک بار به مسجد رفتن و 12 درصد و 6 دهم درصد گفتن سالی یک بار به مسجد رفتن ببینید این آمار به خودی خود اون 48 درصدی که تا حالا مسجد نرفتن 12 و خورده درصدی هم که برگشتن گفتن سال یک بار سال یک بار یعنی اونام نرفتن دیگه روشو رو نشده بگن نمیرین سال یک بار یعنی تا حالا پامونو به مسجد نذاشتین یعنی طبق این آمار دست به نقد چه اتفاقی افتاد ما 61 درصد از جامعه ایران طبق این آمار از نوجوانان ایران تا الان پاشونو مسجد نذاشتن 48 درصدی که گفتن تا الان مسجد نرفتن 12 درصدی گفتن سال یک بار این یعنی 61 درصد میمونه 39 درصد از 39 درصد 19 درصدش که بزن که گفتن هفته یک بار مسجد میرن این چقدر میمونه از 39 درصد 19 درصد بزنی 20 درصد از 20 درصد 13 درصد و خورده ای هم گفتن ماهی یک بار مسجد میرن یعنی تایه تایش اون چیزی که این آمار داره میگه 7 درصد نوجوانان تقریبا هفته بیش از یک بار میرن مسجد طبق این آمار که این آقا تو کارشناس صدا سیما داره میگه کمتر از 7 درصد حتی 6 درصد و 4 دهم درصد 6 درصد و 4 دهم درصد 6 و 4 دهم درصد هفته بیش از یک بار میرن مسجد این واقعیت توه. تو بعد تو میگم من کاخ سفید برات چیز کنم <applause> بعد شما میاد گندگویی میکنید ما میخوایم بریم فلان کنیم الو بل جیمبل کنیم تازه اینایی هم که هفته یه بار ماهی یه بار یا حتی اون جز اون 6 شیش... و 4 دهم هم که هفته بیشتر از یک بار میرن مسجد بخش قابل توجهشون برای رفتن توالته بالاخره <applause> آدم که با من مسجد برو بودم یعنی من مسجد الجواد در میدان هفته تیر رو نمودم انقدر رفتم من 24 ساعت تو مسجد جواد بودم مسجد جواد میدان هفته تیر اونجا چون دو تا مغازه داشتیم برای من درگیر بودیم مغازه هم اصولا خب یه دونه توالت داشته خب مانتو فروشیه تو میدان هفته تیر ما مغازه هم یه دونش که یه دونش قرفه بود توی یه مغازه یه دونه هم مثلا زیر پله گرفتونیم و عموما این چیز یه دونه دستشویی پر بود من سری میرفتم مسجد جواد برای دستشویی من تازه من فکر کنم تو این آمار اگر من محسوب میخوام بشم من خودم یک تنه این آمار رو میتونم جابجا جا کنم اگر مثلا معیار باشه که امید دانا در سال 87 8 که در میدان هفته تیر خیلی کار داشتم من خودم یک تنه روزی بهتون بگم حداقل دست کم سه بار مسجد جواد رفتم روزی سه بار این میشه هفته چقدر هفته 21 مرتبه دست کم من هفته 21 مرتبه من توالت توالت مسجد رفتم خب میتونی منم حساب کنید دیگه تو این آمار نگفته که اینایی که میرن مسجد میرن قسمت سرویس بهداشتی یا میرن تو قسمت مثلا اون نماز خوندن و خود مسجد میرن برای چی میرن میری اونجا ببخشید پوزش میخوام میری مسجد که بشاشی به مسجد یا میری که نماز بخون نمازم هم که همون سلات بخونی یعنی اینم شما بذارید کنار این متوجه میشی واقعیت میدانی همینیه که داری تو عکس میبینی <applause> نوجوان که اصلا وجود خارجی نداره پیرپاتالا هم دیگه رسیدن به اینجا یه لفظ آخون یه لفع الان شما دیگه تو این وضعی یعنی کسی دیگه الان نماز نمیخونه الان دیدم دو دختر ب... بچه ازبالله یه نوشته بود ما که دیگه مسجد نمیدیم برای همین رفتیم یه شوهر آخون کردیم شوهر آخون بکنید در حقیقت یک امام جماعت رایگان خواهید داشت تو خونه <applause> اون وای میشه نماز میکنه حتی دیگه زنای حزب هم نمیرن مسجد دیگه بی... بی... بی, کلاسی هستن اصلا رفتن مسجد. دیگه تهش اونایی که دیگه خیلی تعصب به اسلام دارن با یه شوهر جوان طلبه ازدواج میکنن که شوهر طلبه براشون بشه دیگه امام جماعت رایگان تو خونه این ورشکستگی اسلام دیگه قربونت برم ورشکستگی. چرا شما ها مقاومت میکنید چرا نمیفهمی شیعه مورد تجاوزه تو هم نمیتونی کاری بکنی دست و پا هم بزن ما داریم به شیعه تجاوز میکنیم رسما جامعه داره به شیعه تجاوز میکنه عزیزم شل کنید شما شیعیان لذتش رو ببرید چون نمیتونید مقاومت کنید هرس میخوری ادامه زندگی باید هرس بخوری جوونا میبینی همه دارن میشاشن به قرآن و به اهل بیت و به تمثال مبارک حسین شرخر و علی کتول کچل بی غیرت و اینا رو میشاشن بعد تو هم کاری نمیتونی بکنی مثلا من اینجا الان صبح تا شب دارم مثلا هر درم در میاد در باب واژن حضرت زینب میگم در مورد سوراخ ماتت حضرت فاطمه زهرا میگم تو هم که دستت به من نیست کاری نمیتونی بگانی نمیتونی حتی هم نکنی خب شل کن لذت ببری جامعه هم همینه این جامعه رفته سمت نابودی تو هم جلوشو نمیتونی به عنوان یه بچه ازبولایی بگیری انا من مورد تجاوزی شل کن لذت ببری واقعیت مساجدت اینه حالا برو برای خود پروپاگاندا کن سایبری درست کن چه میدونم ویدیوهای این یارو استاد رایفی پور دوبله سوبله مثلا با چند تا دوربین بالا پایین هی بگو ما زیادی ما داریم دنیا رو فتح میکنیم نگاه کن برای فلسطین چقدر اومدن برای فلسطین هم توضیح داریم یا چپگران یا اروپایی های خوشحالن که نمیدونن صابون اسلام به تنشون نخورده اون تعدادی هم که اتفاقا مسلمان آتشین هستن قاطبهشون از ضد شیعه هم یعنی گروه رافضیه رافزیه گلابی دیگه نمیفهمی اگه نبودی دنبال منتر ظهور امام زمان نبودی بسته بس یا باز بگم عاشقتونم پاینده ایران بدرود